یکی بود یکی نبود. توی یک مزرعه سبز یه عالم حشره جور و جور کنار هم زندگی می کردن. توی یک روز بهاری و گرم زنبور با چند زنبور دیگه روی یکی از شاخه های بوته گل رز مشغول کار و صحبت بود. میدونم که اینجا به اندازه مزرعه خودتون گل نداره. امسال بارون خیلی کم اومد و گلای بابونه و آویشن در نیومدن. این چند تا بوته گل هم مزرعه دار برای قشنگی این قسمت تازه کاشته. از این که ما رو توی کندود را داده خیلی ازت متشکریم. واره متشکریم. دیگران نباش، با هم دیگه برمیگردیم و این اطراف یه دشت پر از گل پیدا میکنیم. سلام زنبوری، حالت چطوره؟ میگم نمیخوای ما رو به دوستات معرفی کنی؟ خوبم پروانه، شب تاب تو هم که اینجایی. بچه این پروانه است، اون یکی هم شب تاب. سلام، ببخشید دیدم اینجا جعبه تو جعبه، برم اومدم، برم هزار پا. زنبوری چطوری؟ شما هم اینجا این بچه ها؟ فکر کنم بد وقتی اومدم، امروز خیلی سرت شلوغه. غیر از خودمون مهمون دیگه هم که داری؟ یکم عسل میخواستم، البته عجله نیست. شما تازه به مزرعه ما اومدین؟ بله، زنبوری لطف کرد ما رو توی کندوش قبول کرد. آخه کندوی خودمون از بین رفته. چی؟ از بین رفته؟ چرا؟ به خاطر استفاده بیش از حد از آفتکاشا جمعیت زنبورای کندومون خیلی کم شد. دیگه نمیتونستیم برای استحکام کندو موم بیشتری تولید کنیم. چند جا از کندو نیاز به تعمیر داشت، ولی خب کارای کندو به اون بزرگی با چند تا زنبور پیش نمیرفت. این بود که کم کم کندو از بین رفت. یادتونه بچه ها؟ چند وقت پیش که مزرعه ما رو هم سمپاشی می کردن نزدیک بود خفه بشین. با اینکه توی تونل پناه گرفتیم، اما هممون تا چند وقت سرفه می کردیم. خب چرا از آفتکش برای مزرعه استفاده کردن؟ مزرعه دارمون توی فصل بهار به شکوفه درخت و سبزیجات آفتکش میزنن که حشرها کمتر از شکوفه تغذیه کنن، میوه بیشتری به عمل بیاد. ولی ما در حال تغذیه و جمع‌آوری شهد گلها در اثر این مواد شیمیایی خیلی آسیب میبینیم، مریض میشیم و تعداد زیادیمون از بین میرن، طوری که الان در خطر انقراض قرار گرفتیم. اگه ما منقرض بشیم و از بین بریم، دیگه هیچ گیاهی و حیوانی وجود نداره و اکوسیستم به هم میریزه. آخ خیلی ناراحت شدم، ولی نمیفهمم این که اگه شما بمیرید چه ربطی به زندگی حیوانا و گیاها داره. هزار پا، آخ این چه وضع سوال پرسیدنه؟ هزار پا، خب پروانه راست میگه. خب نمیدونم، سوال پرسیدم دیگه. عیب نداره هزار پا، خوب کردی که سوالتو پرسیدی. ببین، یک سوم گردافشانی دنیا به دست زنبورا انجام میشه. گیاهان قسمت بزرگی از غذای بقیه جانداران هستن. حتی پنبه که آدم ها باش لباس و پارچه هم درست میکنن، با کمک ما زنبورا گردافشانی میشن. وقتی ما برای جمع‌آوری شهد گلها روی اونا میشینیم، گرده گلها به پاهمون میچسبه و با نشستن روی این گل و اون گل باعث بارور شدن و تولید شکوفه در گیاهان میشیم. چه جالب، من اصلا اینا رو نمیدونستم. یعنی
زندگی خیلی از گیاهان هم به وجود زنبورها بستگی داره. اگه شما نباشین خیلی از گیاها دوباره متولد نمیشن و کم کم گونهشون از بین میره. این کارتون خیلی خیلی مهمه. دیگه متوجه شدم. زنبوری، منم اینایی که گفتی رو میدونستم. تازه ننه بخوتی میگفت که وجود بعضی حشرات مثل زنبورا توی یک محل نشون دهنده سلامت اکوسیستم اون منطقه است. بازی پرواره خودشیرینی کرد. چطور تو که هیچ سوال میکنی؟ عیب نداره. خب بعد سوال میکنم، ابراز فضل که نمی کنم. ای بابا هزار پا، نگو اینجوری، ناراحت میشه. بچه ها دعوا نکنین. من و دوستم قراره یک کندوی بزرگتر بسازیم تا اگه زنبورای دیگه خواستن بتونن بیان اینجا. فقط اول باید یه دشت پر از گل پیدا کنیم. اینجا خیلی گل نداره. اگه کاری داشتم رو کمک شما میتونم حساب کنم دیگه. بله معلومه که میتونی. فقط خبر بکن. معلومه که میای. فردای اون روز زنبور و مهموناش مشغول جابجا کردن مومهایی بودن که تازه درست شده بود. پروانه با عجله و سر و صدا به سمت کندو نزدیک شد. زنبوری! آی! زنبور! چی شده پروانه؟ اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ بند اومد هزار پا، اینقدر که تون تون بال زدم. مهمونای زنبوری اینجا هستن هنوز؟ فکر نکنم رفته باشن، تو کندو مشغولن. عجیبه که این همه داد و فریاد تو رو نشنیدن. زنبوری، آهای دوستای زنبوری. بله چه خبر شده؟ من نمیدونم، پروانه گفت صدات کنیم، منم فقط داد زدم. زنبوری جون ببخشید، یه خبر خوب دارم براتون. خیلی هیجان زده شدم که بهتون بگم. ای بابا بگو دیگه. یکم اون طرفتر از تپه پشت مزرعه یه دشت بزرگ پر از گل پیدا کردم. امروز برای پرواز صبحگاهی کمی دورتر از مزرعه رفتم و اونجا پیداش کردم. فکر کنم جای خیلی خوبی برای درست کردن کندوی جدید باشه. دستت درد نکنه پروانه، چه خبر خوبی بهمون دادی. آره ممنون. حتما امروز بعد از جابجا کردن موما یه سر به اونجا میزنم. اگه شما اونجا برید اونجا قشنگتر میشه. هزار پا، آخه چه ربطی داشت الان این حرف؟ از اون روز که زنبور درباره گرد افشاری برام توضیح داد کمی درباره‌اش مطالعه کردم. فهمیدم که زنبورا مسئول زیبا کردن کره زمین هستن. این کارشون به لحاظ هنری خیلی ارزشمنده.
اونا با گرد افشاری گلها باعث به وجود آمدن رنگای مختلف و عطر و بوهای متفاوت در گلها و گیاهان میشن. دقیقا همینطور هزار پا. از این دیدگاه هنریت خیلی لذت بردم. تا به حال به این جنبه از نقش مهمی که زنبورا تو طبیعت دارن فکر نکرده بودم. بله، توی مزرعه ما همه حشرات همینطور بازیکاوت و هنرمندن. مثلا خود من به تازگی دوره نقاشی رو شروع کردم. اگه برای تزیین کندو به نظر تخصصی برای دکوراسیون نیاز داشتید، حتما خبرم کنید. میتونی امروز همراهمون بیای و دشت گلو نشونمون بدی؟ حتما. اونجا دیگه مزرعه‌ای نیست که به خاطر محصولش آفت کش استفاده کنن. با خیال راحت میتونید کندوتونو بسازید. بعدش هم با نظر تخصصی پروانه دکوراسیونش رو انجام بدیم. هزار پا. تهیه شده در پرژن بی ام اس.